ادب خدمت هم خیلی ممنونم که من دعوت کردید رضا جان. من گهگداری میام سر میزنم چرا خوش میدم چون خودم فعلا علاقه دارم به اتنا میدونم که مدت زمان زیادی داری فعالیت سیاسی میکنی با همه سختی ها و مشکلات و غیره. به همه دوستانی که هستن سلام عرض میکنم، میدونم که فعال زمان میذارم همیشه درگیر ذهنشون برای ایرانشون. خانم حسین پور نازنین که صحبت فرمودن، بقیه دوستان رو اشتا اگر اسم نمیشناسم بعضی از طریق آیدی های سوشیل میدیاشون میشناسم، دوست رو مرمان پیام میدم. اینقدر که رضا تعریف کرد واقعا قابل تعریف نیستم، ولی لطف داره به من خیلی گنده تر گفت این کانال یوتیوبی هست که تلاش میکنیم که تا اونجا که زورمون میرسه باشیم، فقط همین میگم که صدای مردم باشیم، حالا اخباری که هستش رو بعدا ترجمه کنیم جمع کنیم سعی کنیم زودتر از اون که بخواد سانسور بشه تو رسانه‌های فارسی اینو کارش انجام بدیم بیاریم و به مردم به زبان ساده بگیم. شاید یکی از دلایلی که اگر یک نیمچه اقبالی داشته اینه که ما خارج از چارچوب و غیره به زبان خیلی ساده و بعضا از اون واقعا ممکنه با یه مقدار شوخی‌های خاص اخبار رو بگیم. صحبت دوستان من شنیدم، من میخوام ازتون که نظر خودم رو بگم، شاید بیاد نظر من با نظر دوستان متفاوت باشه. توی بحث سیاست مؤلفه‌های خیلی زیادی وجود داره که هزار تا ایکس و ایگرگ داره که اگر یکیش عوض بشه خروجی کاملا عوض میشه. من برای دوستان همیشه وقتی میام پیشبینی مسئله سیاسی میکنم میام از کامپیوتر مثال میزنم که بیس اصلیش یه صفر و یه یک، حالا وسط هم نداره، ولی وقتی بر پایه همین میاد الگوریتما و برنامه‌ای نوشته میشه میبینیم که یه ویندوز میاد بیرون که وقتی میخوان ثروت بیل گیتس رو موقع بگن میگن دو بار میشه استیناد شد تا ماه رفت و برگشت، بعد میگن که اگر بابت هر یک اروری که ویندوز میده یک سنت ازش بگیریم ظرف سه ماه ممکنه به خاک سیاه بشینه. بس که پایش هم ریاضی همون صفر و یک. حالا وقتی ما در آیتی انسانی میام هزار و یک اتفاقی مثلا وجود داره که اصلا مگه میشه همه رو با هم در نظر گرفت؟ ممکنه همه چیز مسیرش عوض بشه به سمت دیگه بره. رضا هر موقع دیگه من زیاد حرف زدم من اشاره کنم، من عادت کردم که میرم پیش کنم خدمت شما عرض شود که در مورد بحث اسرائیل و بحثی که حالا گفته شد توی کانال چه قبل از اینکه من بیام که از بقیه بچه‌ها پرسیدم که چی رد لادر شده ببینید بحث اسرائیل، من بازم اینو تاکید میکنم بحث ما با بحث اسرائیل اینه که ما هر دومون یک دشمن مشترک داریم، حداقل چیزی که در سطح هستش و همه میدونن این بحث‌های تبر عام داره اصلاح. ولی این سو تا یه جایی دیگه نقطه میرسه که ضرر اون موجود بیشتر از سودش. اگر که جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه من نمیگم که اصلا ممکنه اسرائیل رو بزنه، اصلا ممکنه این همه تیراش خطا میده، این همه دیدید 50 بار دیدیم فیلماش رو یه آرپیجی میسازه سوزنش کار نمیکنه، نمیتونه بای بالی که یه دون از این سایت های هسته‌ای دچار مشکل بشه قطع مسلط فقط کشور خودمون و مردم ما نیستن آسیب ببینن. چرنوبیل اتفاق افتاد در آذربایجان، مردم تا مدت ها مشکل داشتن، آبو که آزمایش میکردن با آب اون ذرات به حال اورانیوم و غیره اومده بود و تشعشعات و غیره از طریق پرنده ها از طریق باد و خاک و همه چی انتقال پیدا کرده. برای همین من اعتقاد ندارم که الان این مسیر طراحی شده است که جمهوری اسلامی باید این نقشه رو بازی کنه و همه از پشت هماهنگن. قبول دارم که هستند افرادی که در کشورهای مختلف از این مسئله سود می‌برن، ولی با دید ریسیستی نگاه کردن و بگم آقا اینا دستشون با آمریکا توی کاسه است و غیره، من مخالفم. میگم ما می‌تونیم بگیم آقا فلان حزب در فلان کشور خیلی کمک جمهوری اسلامی می‌کنه، مثل ما دیگه ما الان هر کی میگه آقا ایران تروریستی میگیم درست صحبت کنه، جمهوری اسلامی تروریسته، مردم ایران یه بغل نشستن دارن نون و ماست داشتن میکنن، کاری کسی ندارن، تو فقر و بدبختی اینو دارن دست و پنجه نرم میکنن. تازه یه ویروس کرونا هم انداختن به جونشون که دیگه رمقی نداشته باشن بخوام بیان بیرون خونه فریاد بزنن. بر همین خیلی کلی نگاه نکنیم که بخوام به اسم بزنم یه کشوری بگیم آقا این کشور به این صورته، ولی این مثلا بگم همونطوری که ما الان در مورد اسرائیل دیدگاهی داریم که میگیم آقا حمله نظامی اگر بکنه مسیر برای ما هموارتر میشه، همینقدر همین مسئله حساسه که اگر حمله نظامی اسرائیل انجام بده و مردم بیرون نیان این مسئله برای اسرائیل هم خطرناک خواهد شد، به خاطر اینکه اگر اون
ضربه رو بزنه و موقعی که نظام داره گیج میکنه مردم بیان بیرون و بتونن تحت تاثیر هیجانات و غیره یا اون اتحاده شکل بگیره با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه تو 5 تا جهت بجنگه بتونن براندازی رو انجام بدن، خب اسرائیل میتونه در پایه آرامش باشه. ولی این اتفاق نیفته، موج اتفاقات تلخ و ناگواری که تو هم به سمت خود اسرائیل هم به سمت مردم اسرائیل که داریم میبینیم، مثلا تو قبرس میخواستن بنده خدا اسرائیلی‌ها ترور کنن، چرا؟ چون بیزنسمن موفق بود، هیچ دلیل نداشت. یعنی این نظام جهاد اسرائیلی اگر دیدید کسی متوجه نمیشه یه جورایی به حال ترورش کنه دیگه. یعنی این هر دو طرف این مسیر باید به هم دیگه کمک کنن. اینجوری نیستش که من دو نفر تحقیق اتاقتم برای جمعه بکنیم، فقط موقعی که ما داریم برمی کنیم ببندش. من ما در این شب برنامه داریم جمعه. من با آقای کاوه موسوی، آقای شعله سعدی یه اتاقی داشتیم با هم. من که بحث به معنی بد نه، من یه سوال خیلی ساده پرسیدم. بسید اول یه مثالی میگم. بعد موقعی که این اتفاق حمله طالبان به افغانستان اتفاق افتاد، یه مصاحبه دیدم از یکی از فرماندهان ارتش افغانستان، فارسی هم حرف می‌زد، خیلی اون لهجه شیرینشون. خبرنگار ازش پرسید که آقا شما چرا نمیتونید این طالبان رو بیرون کنید؟ این سوالی که شاید خیلی از ما مردم ایران می‌پرسن. آقا این جمهوری اسلامی چرا حتما متحد نمی‌شید بنویسید بیرون؟ این سوال همه شنیدیم، شاید بعضا از خودمونم پرسیدیم. جواب اون جنرال افغانی خیلی بده. تعمق داشتن. من نشستم به همین مسئله در مورد خودم فکر کردم. گفتم خب 20 سال تمامه آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان همه اینا اومدن تو افغانستان، همشون با هم قدرت‌های جهانی نتونستن طالبان رو بیرون کنن. شما از یه سری مردم افغانستان، حالا اون داش مردم افغانستان میگه شما چیزایی که مربوط به کشور خودمون رو تو زندگی باشه. گفتم نه سواد درست حسابی دارن، نه آموزش نظامی درست حسابی دیدن. آمریکا و این همه قدرت جهانی نتونستن بیرون کنن. بعد شما میخواد ما مردم با دست خالی این کارو بکنیم. حالا برگردیم به کشور خود. کل دنیا یه طرف خیابون باشه. حالا بعضیا با تهدید، بعضیا با حالا بحث چماق و هویج دیگه. یه سری با نشون دادن در باغ سبز و دلار میاد، تحریم میزنه. همه اینا با هم نتونستن، نمیگم بیرون کنن، مجبور کنن که یارو بمب هسته‌ای نشه، این سمتی نره. بعد چجوری بعضی ها توقع دارن که خب خودتون با هم دیگه چیز کنید دیگه، تنبلی چه میکنید، دست به دست هم بدید یارو بیرون شه. آره اتفاق میفته، اصلا به وقتش میفته. ولی اینو در نظر بگیرید که این هم مبحثی بود که میگم یه رشته براتون میخونم از حسین دهباشی که باز این جز موارد من خیلی به فکر فرو برد. با توجه به کسی که حالا ارزشی‌ها میگن ارزشیه، اونوریا میگن ایده، من خودم اعتقاد دارم برانداز مخفیه. ولی اینکه برخلاف آنچه شایع است، حکومت‌ها با ظلم باقی می‌مونند. با مشت آهنین جان اهمیتی نداره. شهروندان چقدر اعتقاد عقلی یا قلبی داشته باشند، کافی است که التزام عملی بیامند. بعد یه که عربی هم آورده، الحق لمن غلب و النصر للرعب. اساس مملکت داری بود و اقتدار امنیتی اصل، نه مشروعیت سیاسی. در تمام تاریخ بشریت حکومتی نبوده که توان و اراده سرکوب داشته باشه و نپاید. هر که افتاده یا سرباز و ساز و برکم آورده یا لحظه تردید کرد. مثالش هم جالبه، میگه صدام یا قذافی حتی در اوج قحطی غذا و دارو در قایت قدرت موندن و اگر با قوی تر از خودشون سرشاخ نمیشدن هنوز سید و رئیس و الالعبد بودن. باز بر اون چه که برخلاف اون چیزی که الغام شد، شوروی سابق رقابت تشریحاتی و اقتصاد بیمار اصلا ندارید، بلکه گلاسنوست و پروستریکا و گورباچوف و تحکیلی طبیقه‌های سیدی و مهار کاگبه و خانه‌نشینی پیرمردهای پولیتبرو و انحلال پیمان نظامی ورشو دخلشون بود. حالا من بیام سراغ داستان خودمون. بحث من با این دوستان اینه که در 100 سال گذشته شما یک براندازی انقلاب رو نشون بدید که بدون کمک قدرت نظامی انجام شده باشه. این سوال خیلی مهمیه دیگه. یه سری آدمای افتادن در فضای مجازی و غیر مجازی، همه شما، من نمیگم خوبه ها، من نمیگم براندازی خوبه مسلحانه باشه، ولی کسایی که میان لااقل باید بتونن یه دونه مثال بیارن، میگن آقا نگاه کن این کشور، مردم اومدن مثل آقای چلو سعدی اومدن قبض برق رو ندادن،
بعد خود رهبر مملکت اومد دید قطعه برق رو ندادن چیکار کنه، اومد استفاده داد رفت. یا مثلا چه میدونم با اون بحثایی که حالا مطرحه هیچ اتفاقی نبوده. یعنی تو اون گروه هم ایشون اومد یه سری مثالا زد، مثلا تو 66 تا کشور بودم دو تا شو بگو یکی شو بگو. اومد یه مثال زد از شیلی که همون لحظه خود من دست سرچ هم کنم کامپیوتر بودم میتونم بابا این فقط اپوزیسیونش دو بار پینوشه رو ترور کرده تو یه فقره 80 تن اسلحه ازش گرفتن. چجوری شما میان حرفی نمیزنید که آقا اینا بدون قدرت نظامی تمام کودتاها هم که نظامی بوده ایشون جزء این بوده آورده بوده که آقا مثلا گلوله شلیک نشده درست همین الان هم اگه ارتش کودتا بکنه مردم درگیر نمیشن، گلوله هم شلیک نمیشه اگه واقعا ارتشون قدرت داشته باشه. خواستم بگم یعنی بحث جنبندی کنم، بحث اسرائیل و بحث مردم ایران یک دشمن مشترک دارن وسط و توی این نبردی که از هر دو طرف نابرابره، یعنی هم جمهوری اسلامی که از 6 جهت میتونه به اسرائیل حمله کنه، دو تا کارخونه فقط توی لبنان زده، بنیگانت آخرین عدد با 100 هزار موشک، من نمیدونم گنبد آهنی در آن وارد میتونه چند تا رو بگیره، اگه 10 هزار تا رو بگیره یعنی 11 هزار تا بزنه 1000 تاش گیره. و این اتفاقاتی که اونجا حالا از سمت لبنان، از سمت غزه، از سمت سوریه، از سمت خود ایران هم میتونن به حدی اونجا رو هدف بگیرن و در حال جمعیت اسرائیل خودتون میدونید امکانات نظامیش شاید بالا باشه، ولی در حال کشوری که احتیاج به کمک داره از طرف مردم ایران هم وضعیتشون همین. من فکر میکنم که در نهایت با اتحاد این دو تا با هم دیگه خیلی اتفاقات خوبی میتونه بیفته. شاید الان زمانش نیست، همونطور که میدونید اسرائیل هم هنوز اون حمله‌ای که باید انجام بده که اسمش رو بذاریم حمله هنوز انجام نشده. درست حالا تعهدا اومدن و زدن. نکته جالب این تعهدا شاید جالب‌ترین نکته که هیچ کی در موردش صحبت نکرد و من البته گفتم اینجا در این اتاق هم یه بار دیگه تاکید می‌کنم، مهم اینه که این تعهدا از آذربایجان بلند شده. من خیلی مهم که علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که الان با آذربایجان به یه توافقی رسیده، ولی همونطور که سری قبلی از اونجا بلند شده بودن حداقل من اینجوری فکر می‌کنم، چون اگر شما نگاه کنید نزدیکترین جایی که میتونن بیان اونجاست که جمهوری اسلامی هم سری قبلی سر این نشد با آذربایجان درگیر شد و الان با توجه به اینکه ترکیه داره وارد روابط دیپلماتیک شدید میشه با اسرائیل، یعنی گفت آقا سفیرامونو دوباره برگردیم و روابط رو حسنه بکنیم بعد از این همه قش کردن تو بغل حماس و غیره، وضعیت برای جمهوری اسلامی وضعیت بسیار خطرناکه و خودشون هم میدونن که برعکس شد. این دور تا دور جمهوری اسلامی الان نیروهایی فرا گرفتن که هر کدومشون حالا با قدرت جهانی هماهنگن. نمیخوام بگم با اسرائیل، چون به نظر من حمله طالبان به مرز جمهوری اسلامی فرضاً با هماهنگی اسرائیل نبوده، من فکر می‌کنم با هماهنگی آمریکا بوده که این اتفاق انجام شده. اون مدت‌هاست که صورت پیمانکاری داعش یا طالبان کار می‌کنن. شرایط براش خیلی سخته. من توقع ندارم که اسرائیل کاری رو انجام بده، اونطور که اسرائیل هم توقع نداره قاعدتا، اما اینجا بیان براندازی کنیم که هسته‌ای رو ببندیم و کارش انجام بشه، ولی در هر دو حالتش به فال موش میگیرم. فقط امیدوارم که هر کدوم از دو طرف در زمانی که به وجودشون احتیاجه اون کاری که به نفع منافع خودشون رو تاکید میکنم، نه به نفع منافع کسی دیگه. یعنی ما اگر جمهوری اسلامی رو بتونیم برمی‌اندازیم و بیرون کنیم، درسته به نفع اسرائیل خواهد بود قطعا دیگه بمب اتمی نمیاد، ولی اول از همه به نفع خودمونه. و در اون طرف داستان هم همین، اگر اسرائیل بتونه جمهوری اسلامی رو به کمک مردمش یه جوری بتونه اینا رو سر جاشون بشونه یا بیرونشون بکنه از این کشور، درسته که به نفع مردم، ولی به نفع اسرائیل هم از یک تهدید وجودی رو بالاخره برداشته. چون آقای رحیمی استادم میدونم که هر جوری که بخوان این گربه چموش رو ببندن، جمهوری اسلامی یه طرف دیگه یه جای دیگه داره یه غنی سازی دیگه میکنه که الان که میگن آقا دیگه دست غنی سازی هم به اندازه بمبی که بخواد دارن، میگه رفتن سراغ چاشنی و غیره که دیگه خیلی سخت میشه ردش رو زدن که کجا داره انجام میده و چی کارش میشه کرد. من امیدوارم در اون بزنگاه تاریخی و حساس هر دو طرف بتونن